نصرالدین شاه آمده بود است اینجا، مهمان آزمن رضا شده بود. خیلی که اینجا را مخواسته از دست آزمن رضا درارد که آزمن رضا تو اینجا خیلی خوبه. فکر میکردن که الان اینجا میگن خیلی خوبه، خیلی قشنگه. حاج آقا میگن که پیشکش، چون سابق مد بوده است که اگر یه شما میفته است این میز خیلی خوبه است، پیشکش است. میگن اینجا خیلی خوبه، خیلی میگن صاحبش هم معتبره، صاحبش هم خیلی بزرگه. ناراحت میشه ناصرالدین شاه که چرا این حرف به جایی که بگن پیشکش و تقدیم شما با اینا این حرف میزنن. میگه کی است، کی است؟ نیازه سید شهدا است. وقتنامه رو میارد نشان میده، میگه این وقتنامه است و طبق این من عمل میکنم. و اوست که واقف است بر اسرار و آگاه است بر راز درون. این جمله سرآغاز وقفنامه حاج محمد رضا امینی است که بعد از حمد خدا و رسول خودش را دعا می کند تا در مسیر خیرات و مبرات و باقیات و صالحات باشد. حسینی امینی های قزوین یکی از کم نظیرترین موقوفات حسین قزوینه که در سال 1275 هجری قمری که توسط یکی از تجار قزوین به نام حاج محمد رضا امینی که فردی مؤمن و با تقوا بوده است وقف شده. زیباترین قسمت این حسینیه سه تا تالاب موازات هم هستند که به صورت شرقی و غربی در خود داخل حسینیه وجود دارند. حسینیه امینی ها در سال 1264 هجری شمسی وقف می گردد و 10 سال بعد گذر ناصرالدین شاه به آنجا می افتد. داستان جلب توجه این شاهکار معماری و اطلاع شاه از موقوف بودن این بنا در دل تاریخ می ماند، انگار که این بنا تمام قد در حفظ حدود دین و محکمات ایستاده است و استحکام خشت خشتش از خون ابا عبدالله وام می گیرد. ویژگی مهم این ساختمان این هستش که از بناهای مختلف تشکیل شده و تزئینات کاملی داره. در این ساختمان حجاری کار شده، نقاشی روی شیشه کار شده، کار چوب کار شده، عروسی انجام شده و آینه کاری شده و تزئینات مختلف دیگه مثل آجر کاری. اینجا رنگ ها در هم می شکنند، ترکیب می شوند و دوباره چونان خورشید هر یک غروب می کنند و در لحظه دیگر طلوعی مجدد. بازی نور و رنگ منشور الوانی است که فضای خانه را ماورایی می کند و در خیال قطعی از بهشت را مجسم می نماید. گچبری ها در کمال قرینه و ظرافت چونان چشم را نوازش می کند که انگار هنرمند می دانسته ساخته دستش روح دیگری خواهد یافت و ذهنها را به عالمی دیگر خواهد برد.
سقف بلند، ایوان رفیع، بناهای مرتبط و کاربردی از ویژگی‌های بناست. این سه تالار زیبا به موازات هم ساخته شده است و سقف تالار میانی آینه‌کاری و نقاشی و دو تالار دیگر نقاشی روی چوب است که به کمک آینه گره‌بندی شده است. اونایی که حج مشرف شدن، موسم حج رو دیدن، سرزمین وحی رو دیدن، اونهایی که تلبیه گفتن، احرام بستن، میدونن حج یه عرفاتی داره، مشعری داره، منایی داره، صفا و مروه‌ای داره، اعمالی داره. ای کربلان حج عشق ابا عبدالله بود، این حج یه صفا و مروه داره. میدونید کجاست؟ با این یه بیت بگم، دلهای آماده، دلهای آشورایی، مروه اش قتلگه و مروه اش قتلگه و خیمه زینب شو صفا. از مردم قزوین نقل است که او تا زنده بود با پای برهنه در پس دسته عزاداری روان بود. امارت رفیعه عالیت الاساس و حسینیه شریفه بلند کرباس تعبیری است که برای این بنای زیبا در وقف نامه به کار گرفته شده است و هدف از وقف این شاهکار معماری این است که واقف از ثواب تعزیه‌داری محروم نماند و ابدالدهر خود را از جمله خادمان تعزیت سرای حضرت سید الشهدا گرداند. خوزی زمین داشته، خونه داشته، این سه تا سالون هم درست کردن برای چی؟ برای اطعام و عزاداری و برای افطاری و این حرفا. بعدن که دیگه کامل شده با اینا، وقف کردم. آیا امینی پس از اینکه اینجا ساخته و طی چندین سالی که نسبت به عزاداری اقامه اعضای امام حسین در این حسین اقدام میکرده، در سال 1102 هجری قمری چند تا روستا رو هم وقف این حسینیه کرده تا از درآمد عواید این حسین در موقوفات بتونن این حسینیه رو هم تعمیر مرمت بکنن، هم عزاداری و ختم قرآن و روزه‌خوانی توش بگیرن و علاوه بر این بتونن برای ارهام خودشون و سادات فقیر هم یه کمکایی رو بکنن؟ چهار تا قریه وقف اینجا شده. یکی گنبه یک بزرگ، یکی آشتزین، یکی بشر، یکی داغلان. اینا از کنم که خود رعایا باید پول سنیه امام حسین رو بدن، اینجا خرج بشه. چرا این داغدیده ها تنها امیدشون بعد خدا به سید و شهدا است؟ حالا میبینم آقام خدا حافظی میکنه، همه رو آروم کرد. اما آی حسین یا میان همه ده منطقه. با این برنامه جدید که اصلاحات عرضه شد و اینا، یه خورده خیلی سخت بود برای گرفتن اجارات و اینا که خرج اینجا بکنم. خیلی به مشکلات برخوردم پدرم. بالاخره هر جور بود این وسیله اینجا رو فراهم نکردن. روزخانه شد، ماه رمضان افطاری داشتم. اینجا وقف اولاد ذکور اکبره. 132 سال وقف، 65 سال ثبت آثار ملیه. از اون 110 تا آبادی دو تاش وقف اینجاست که از محل درآمد اونا در رأسش تعمیرات حسینیه، بعد محرم و سفر 4 تا 10 روز مراسم انجام بشه. ماه رمضان هم که افطاری و ختم قرآن و
به شکلی که عرض کردم یه شب فامیل رو تا برسیم به بقیهش. این بنا هم دارای حجم فضای فوق‌العاده زیبایی هست، هم تزئینات فوق‌العاده زیبایی داره. یعنی هم به خاطر فضاهای مختلفی که به هم پیوسته شده هستن که دارای دو طبقه خاص هست، یعنی دارای زیرزمینی هستش که همه زیرزمین به هم راه دارن که جزء زیرزمین های منحصر به فردی توی خونه های شخصی که دارای حسینی هستن هست. یکی اومدید زیرزمین آقای محمد رضا امینی اینجا رو وقف امام حسین کردن، خودشون 27 سال زندگی کردن و بعد از 27 سال وقف امام حسین کردن. در دوره‌ای که حسینیه امینی‌ها در قزوین ساخته می‌شود، خانه‌های زیادی با همین سبک و سیاق در کمال هنر گچبری رایج در دوره قاجار و استفاده از پنجره‌های ارسی ارزشمند این سبک معماری ساخته می‌شود. اما از همه آن بناها امروزه انگشت شمار پابرجاست که هنوز می تواند بازتاب دقیق هنر و فرهنگ دوره خود باشد. این همه به خاطر دقت در تنظیم بند بند وقف نامه است که سندی معتبر از درایت و دوراندیشی مردم آن دوره است و به حفظ موقوفه کمک کرده است. نوشته اگر درآمد موقوفه بیشتر شد ملک بخرید. ببینید مدیریت وقفش خیلی قویه. ملک رو وقف نکنید. از درآمد اون ملک سه قسمت سودشو، یه قسمت ارحام فقیر، فامیلای، یه قسمت فقرا، قسمت سوم عروسی سادات. اگر نیاز شد به تعمیرات حسینی درآمد نشه ملک رو بفروشید چون وقف نکردید. ببینید کجا رو دیده. این موقوفه خودکفا بوده، یعنی واقف برای وقف این موقوفه طوری جوری اندیشیده که برایش موقوفات یا در نظر گرفته و از درآمد موقوفات تو نیت اول وقتنامه بوده، اول تعمیر و مرمت نگهداری خود موقوفه، بعد عزاداری و چیزهای دیگه. این یکی از منحصر به فرد ترین چیزاست که همیشه موقوفه محتاج به حکومت ها نبوده، یعنی میشه خود از درآمد خود موقوفات بشه این موقوفه که اینجا هست و سرپا نگه داشته. یه حیات اینجا قلیان‌ها رو همینجور آماده می‌گذاشتن که خدمه می‌آمدن درست می‌کردن که بیارن براشون. شربت خانه باید مثلا اونجا شربت و دوغ و مالی پسپات آش و اینا درست بشه. آشپزخونه هم که یه حیاتی بوده که آشپزخونه آب انبار بوده، باید از آب انبار آب بیارن و آشپزخونه حتما استفاده می‌شد برای اینکه باید اطعام بشه. و عرض کنم که وقتی که اونجا آشپزخونه شد شربت خانه‌ش هم استفاده می‌شد. باید ظروف برد اونجا. سفره برای تمیز شد اونجا و ظروف بیاد تو حیات آشپزخانه اونجا شستشو شد تمیز شد. این یه حیات به نام قلیانخانه و چایپزخانه حوض داشته است. این طرف که کارسکه خانه بوده است می آمده است کارسکه تو که الان خیابان گرفته است. بعدم میاد اینجا این یه دانه آبانبار بزرگ که مردم استفاده میکنن که الان چیزش معلوم است. ما سه تا آبانبار داشتیم اینجا. لوله کشی نبود چی؟ ما این سه تا را آب پر میکردیم فقط مخصوص ماه رمضان محرم. کار بازار بودن، قبل از کارشون اینجا عزاداری میکردن، بعد از نماز صبح از صبح تقریبا ساعت 7 یا اون موقع 6:30 مثلا شروع میشد تا ساعت 12:30 1. اینجا هم بیشتر در مرکز شهر نزدیک بازار و اینا، بعد میرفتن کارشون رو ادامه میدادن. چه خبره؟ مردم برای عزاداری میان،
برای اینکه روزه بخونه. آره من از بچگی اینجا می اومدم، خیلی کوچیک بودم اینجا می اومدم همراه مادرم اینجا اومده بودم. روز به روز دیگه که هر سال این ماه محرم که میشد اول ماه محرم در زینب بازه برای امام حسین است برای اون نوشتم دیگه این ثوابی هم ببره. حتی من یادمه که این زیرزمینش این زمان آشپزخونه بود، آشپزخونه هاشم میرفتیم برای اینکه غذا بگیریم. روزخانه معروف میامدن یه دنه حاج آقا عدیب بود، یه دنه شعاب بود، حاج آقا شعاب میگفتیم. با دوستم امیر زمینی آشنا شدم، اون گفتش که حسینی امینی برای ماست، منم از اون سال اومدم. تولیت مقوفاتو مرحوم امینی به برادر خودش داده و پس از اون به وراث برادرش، یعنی پسرای بزرگ برادرش که الان تقریبا نسل پنجم وراث تولیتو در اختیار داره. متاسفانه نسل چهار درگیر بودن با هم. بابا بزرگ من یکیش بوده، دوتا برادرش میشن ستا. این چند سالی که من یادم میاد این مجلس امام حسین اینجا هیچ موقع قطع نشده، هیچ موقع. ممکنه نازیش شده باشد ولی قطع نشده، چون اینا یه سال تو خودشان اختلاف داشتن، اصلا میخواستن روزه نخونن. چی شب به خواب کدامشان اومده بودن چی شب اومدن مجردن به مجردن بریدن من نصف شب اومدن سیاه را زدن نزدن. بعد از حاج وکیل تجار حاج نامرزا منی پدرم شده که ایشان هم در روز 50 سال تولی بودن. بعد از ایشان آقای سرهنگ مسعود امینی درگیری اونا با هم رو تولیت اینجا، علی رغم که توی وقفنامه‌اش نوشته که متولی بزرگترین اولاد ذکور تو خانواده، نگفته تو این برادر یا تو اون برادر. محتوای غنی وقفنامه از لحاظ ادبی و ذکر آیات و احادیث مرتبط با موضوع وقف و حادثه عاشورا، جامعیت و عقلانیت مستتر در آن را به حد اعلا می رساند و علاوه بر یک سند مالی می توان از آن به عنوان یک منشور اعتقادی و فرهنگی نیز نام برد. دقت در انتخاب خطاط، کاتب، ممیز و رعایت بندهای حقوقی و شرعی به صورت دقیق و درست از رموز ماندگاری و جلب توجه این حسینیه در طول تاریخ بوده است. زمان خود حاج وکیل تجار رضا خان، اون موقع رضا شاه رضا خان بوده، رضا خان با افسراش همین توی این تا میاد طبق دستوری که بهش داده بودن به پدر ما اجازه میدن و خود